شنیدم که میخوای راجع به انیمیشن لاتی صحبت بکنی. ببین سوسول بازی چیه، لاتی ماتی چیه، درست صحبت کن. اولندش که سلام، دومندش که آره انیمیشن لاتی نشنیستن شد تالا، SVG انیمیشن، انیمیشن های لاتی اینا خیلی پرکاربرده، بیشتر واسه کسایی که در بحث وب دیزاین کار میکنن خیلی گزینه خوبی هستش. میخوای باش آشنا بشی؟ نه هیچ علاقه ای ندارم، چرا بخوام چیزی یاد بگیرم؟ اگر خوب یادش بگیری و کارهای خوب بسازی، یه منبع درآمد خوبه و میتونی ازش پول در بیاری. بازم نمیخوای یاد بگیری؟ پول در بیارم؟ آها چطوری عزیزم، بیا صحبت کنیم ببینیم قضیه چیه. اصلا یکم توضیح بده واسه ببینیم قضیه چیه. سلام به همه شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم در رابطه با اسویچ انیمیشن صحبت بکنیم و همچنین انیمیشن های لاتی. ما تو بحث‌های گرافیکی دو تا فرمت شناخته شده داریم، یکی بحث رستر هستش و دیگه بحث وکتور هستش. فایل های رستری فایل هایی هستن که با ابنای پیکسل کار میکنن، تقریبا شطرنجی مانند هستن که شما توی عکس‌ها بیشتر میتونید اونها رو ببینید. زمانی که زوم میکنید پیکسل پیکسل هستن، به اینها میگن تصاویر رستری. تصاویر دیگری که داریم تصاویر وکتوری هستن که با کمک نرم افزارهای خاصی طراحی میشن و تو نرم افزارهاشون بر مبنای یه سری اصول ریاضیاتی کار میکنن و پیکسل پیکسل نمیشن. یعنی اگه تو نرم افزار خاص هر چقدر هم زوم بکنید این فایل ها کیفیتشون کم نمیشه. نرم افزار مثل فتوشاپ نرم افزار رستر بیس هستش، یعنی توش عکس‌ها بر اساس پیکسل کار میکنن. اگه شما سایز عکس رو از یه حدی بیشتر یا کمتر بکنید به هم میرزه کیفیتش. اما نرم افزارهای مثل ادوب الستریتور، موهو، ادوب انیمیت، افتر افکت و یه سری نرم افزار دیگر اینا به مبنای وکتور کار میکنن. یعنی شما فایلی که توش طراحی میکنید هر چقدر زوم بکنید کیفیتش کم نمیشه. اصطلاحاً به این فایل های وکتوری میگن که به صورت فرمت SVG ذخیره میشن. در عوض ما تو بحث رسته فرمت های JPEG رو داریم، PNG رو داریم، GIF رو داریم و مواد اینچنینی. حالا فایل های SVG رو اگر شما انیمیتشون بکنید با کمک نرم افزار خاصی تبدیل میشن به SVG انیمیشن خیلی راحت. فرقش چیه؟ فرقش اینه که فایل های رستری وقتی تبدیل به انیمیشن میشن حجمشون بالا هستش و خب این خیلی تو پردازش، مخصوصا تو بحث وبسایت ها وقتی بخوایم چک بکنیم، هر چی وبسایت سریعتر آپلود بشه یعنی انیمیشنش راحت تر سبک تر باشه این امتیاز واسش محسوب میشه. واسه همین یک انیمیشن رستری رو وقتی بخوایم ببرین توی یک وبسایت و بخوایم آپلودش بکنید خیلی خیلی سنگین میشه، نیاز هستش که سبک تر بشه. اینجا هستش که SVG ها خیلی کمک میکنن. چرا؟ چون تمام ظاهر گرافیکی تبدیل به سی کد میشه. به عنوان مثال انیمیشنی که الان دارین اینجا میبینید کامل ساخته شده بر مبنای SVG هستش، یعنی انیمیشن SVG هستش که خب کاملا کد بندی شده. حالا این انیمیشن وقتی اینجا ساخته شده شما اگه چکش بکنید و بندازین توی نرم افزاری مثل VS کد متوجه میشین که انیمیشن کامل از این کدها تشکیل شده. دقت بکنید، یعنی تمام گرافیکی که اینجا وجود داره همین کدهایی هستن که اینجا تعریف شده. مثلا این قسمت پسایدی رو اگه چک بکنید من میام اینو غیر فعال میکنم و مثلا میگم که آقا این نباشه. دقیقاً این این حالت بی‌نهایت ریل هایی که اینجا بود غیر فعال شد و دوباره میتونم برش گردونم، یا مثلا میتونم تو قسمت فیل حتی تغییر بدم، بگم این قسمت داخلیش آقا رنگ قرمزی به خودش بگیره یا هر گزینه دیگری که مد نظر داشته باشم. این دست خودم هستش و خب خیلی کمک کننده هستش. اما یک ایراد بزرگ اینجا وجود داره، اونم اینه که خب ما لزوما هممون که کد نویسی بلد نیستیم که بخوایم حالا اینجا مدیریتش بکنیم یا هر بازی دیگری. چیکار بکنیم که بتونیم انیمیشن های SVG بسازیم و ازشون استفاده بکنیم و حالا اگه بحث کسب درآمدی هست به اون مرحله هم برسیم. اینجا هستش که انیمیشن های لاتی میان وسط و اصطلاحا لاتی انیمیشن خیلی متوجا قرار میگیره. چرا؟ چون شما میتونید SVG هاتون رو بدون کد نویسی تبدیل بکنید به لاتی انیمیشن و بعد به صورت فایل های لاتی حالا هم واسه تو سایت های مربوط به خودش واسه فروش بذارین و هم کارهای دیگه باش انجام بدین. لات انیمیشن یک سری فرمت های انیمیشنی هست که به معنای فرمت جیسون کار میکنن. حالا بحث متخصصی داره، من نمیخوام وارد بحثش بشم، میخوام چک بکنیم که چجوری میتونیم کارهامون و اون انیمیشن هایی که با SVG میسازیم تبدیل به لاتی بکنیم. شما میتونید تقریبا دو تا شیوه در نظر بگیرید. مثلا شما میتونید تو نرم افزارهای وکتور بیس، حالا نرم افزاری که باهاش کار میکنید، یه دایره بکشید. من اومدم مثلا اینجا توی نرم افزار موهو و یه دایره کشیدم، بعد خیلی راحت میام از منوی فایل اینجا اکسپورت و اکسپورت فریم تو SVG رو انتخاب میکنم تا همین یک فریم واسه من خروجی SVG بگیره. یا اینکه اگه انیمیشن ساختم میتونم بیام اکسپورت انیمیشن رو بزنم و بعد در این قسمت تو قسمت فرمت های SVG رو انتخاب بکنم و در نهایت جای مشخص بکنم و یه خروجی SVG ازش بگیرم. البته نکتهش اینجاست که میاد SVG رو مثل فریم به فریم جدا میگیره، یعنی هر فریم جداگونه میاد خروجی میگیره که خب این زیاد واسه ما کاربردی نداره. که شما میای فایلی که طراحی کردیم، فایل SVG رو که تو هر نرم افزار طراحی کردیم، میای مستقیم وارد میکنید تو سایت لاتی و اینجا در قسمت SVG تو لاتی فایل میفرستین، خودش یک پردازشی میکنه بر اساس حالا فایلتون. سری انیمیت های ساده بهتون پیشنهاد میده که میتونید ازشون استفاده بکنید. بهترین نرم افزار واسه اینکه شما نخواین از کد نویسی استفاده بکنید و بخواید به صورت کاملا گرافیکی کارو پیش ببرید، نرم افزار افتر افکت هستش. شما میتونید به راحتی بتونید نرم افزار افتر افکت طرحی که میخواین رو میسازین. حالا من خیلی ساده دایره کشیدم باز دوباره و بعد میایین در قسمت ویندو قسمت اکستنشن ها، به شرط اینکه این اکستنشن ها قبلش نصب کرده باشه. این اکستنشن میتونید از سایت لاتی دانلود بکنید و به راحتی نصب کنید. باد مووی رو نصب میکنید
و بازش میکنید. این بادی مووین وقتی باز بشه بتونه امکان این رو میده که بتونید فایلی که اینجا ساختین رو با کمک این بادی مووین تبدیل به فایل جیسون بکنید و بعد اونجا انتقال بدین. یکی از شیوهای خوبش هستش که شما امکان نمیده که بتونید فایل هاتون رو به راحتی به اونجوری که دوست دارین خروجی بگیرین و هر انیمیتی رو تبدیل بکنید بهش، یعنی تقریبا خیلی شخصی سازی شده هستش. حالا خود همین سایت لاتی بهتون امکان رو میده که بیاین کارهاتون رو به صورت گالری مانند اینجا قرار بدین و خب خیلی ها میتونن کارهای شما رو ببینن و در صورت تمایل میتونن از کارهای شما خریداری بکنن و خب این میتونه خیلی گزینه خوبی باشه واسه کسی که بخواد از این هیته کسب درآمد بکنه. همچنین تو بحث طراحی آیکون های اپلیکیشن، بازی ها و وبسایت ها شما میتونین به راحتی کارهایی رو بسازین و با تیم هایی که نیازمند چنین پروژه هایی هستن همکاری بکنه و خب اینم یک کسب درآمد. بالاخره نیاز نیست که شما حتما بحث انیمیشن رو در همون هیته فقط کار بکنید، میتونین وارد این هیته هم بشین. البته اگر واسهتون جذاب بود و دوست داشتین وارد این فیلد بشین، به نظر من گزینه بدی نیستش. من خودم واسم خیلی جذاب این بحثا. من سعی کردم خیلی خلاصه توضیح در رابطه با بحث انیمیشن SVG و همچنین لاتی انیمیشن بهتون بدم تا آشنا بشین. حالا اگه بخواید تخصص در کار بکنید مطمئنا زمان بیشتر نیاز داره و توضیحات مفصل‌تری نیاز داره، ولی تا همینجاش فکر می‌کنم با بحث آشنا شدین و اگه علاقه من باشین میتونید بیشتر پی این قضیه رو بگیرین. خیلی ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با ما همراه بودین. امیدوارم که روز خوبی سپری بکنید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.